سلام علیکم دوستای عزیز به چنل ما خوش آمدین امیدوار جور ساعت سرحال باشین عزیزا امروز تصمیم گرفتم به افتار یک بریانی خوشمزه آماده بسازم و ویدیو رو با شما شریک می سازم امیدوار استم تا خیر ما را تعقیب کنین در ابتدا به یک کیلو گوشت مرغ ضرورت داریم من گوشت مرغ بقتات مناسب قطع کردیم به خاطر رخت کردنش یک قاشق زردچوبه یک قاشق مرچ سبز نیم قاشق هم مرچ سرخ یک قاشق هم البته یک قاشق چای خوری گشنیز و یک قاشق هم نمک بالای گوشت اضافه می کنم و یک قاشق غذا خوریم. سرکه که گوشت خوب شود و دو قاشق هم ماست البته ماست هم دو قاشق غذاخوری بالایش اضافه میکنم و همه را خوب با هم مخلوط میکنم تا تمام قسمت های گوشت با مسالجات خوب آغشته شوه و گوشت ما خوبتر اخته شوه بعد به مدت نیم ساعت داخل یخچال میگذاریم تا گوشت ما ذایقه مسالجات به خود بگیره بعد از نیم ساعت دوست عزیز ما داخل دیگ روغن ریختیم یک عدد پیازه قبلا خورد کرده بودم توته کرده بودم بالای روغن میریزم و یک الا دو دقیقه میگذارم تا کم سرخ شوه و باید فراموش نکنم دوست عزیز این مقدار گوشت و برنجی که من روز بریانی آماده میکنم به تعداد چهار الا پنج نفر کفایت میکنه اگر تعداد فامیل شما زیاد بود مقدار مواد لازمه را میتونین بیشتر کنین چهار دت سیر رنده شده را بالای پیاز اضافه کردم پیازم کمی رنگ خود تغییر کرده کمی سرخ شده حال گوشت اضافه میکنیم و امرا با گوشت میگذاریم به مدت ده الا پانزه دقه امرا با گوشت پیاز یک جا سرخ شده و گوشتم و گوشتم زرقی پیازه به خود بگیره بعد از چند دقیقه دوست عزیز گوشت دیگه کم کم سرخ شده آب اضافه خود خوش کرده میشه که یک طرف گوشت که سرخ شده دار میتیم تا طرف دیگه شم سرخ شوه و خوب بیریان شوه بعد از ده پانزه دقیقه ما چهار عدد رومی رنده کردیم بالایش اضافه میکنم و مجددا همه مواد مخلوط می سازم تا به مدت دا ده یازده دقیقه یا دوازده دقیقه می گذاریم تا دوباره گوشت همراه را با رومی و پیاز دوباره خوب سرخ شوه و یا لواب خوشمزه و خوش رنگ ازش به دست بیایه. ببینیم عزیز تقریبا رومی هم کم کم سرخ شده کاملا سرخ نشده کمی آبش باقی مانده به خاطر رنگش من یک قاشق رو به بانجان رومی بالایش اضافه میکنم و خوب مخلوط میسازم اگر میخواستین که رنگ بریانی تیره تر یعنی زیاد سرخ باشه میتونین از رو بانجان رومی استفاده کنین اگر رنگ تیره خوش نداشتین اما مقدار بانجان رومی که استفاده میکنین کفایت میکنه می از رنگ روشنتر خوش داشتم به مخاطر یک قاشق رو اضافه کردم هم لابش خوبتر میشه و هم رنگ برنج خوبتر می آید. بینین کم کم دیگه لواب آماده میشه لوب کاملا آماده شده گوشت سروغن آمده آب اضافه لاب خشک شده یک لاب خوشمزه خوش رنگ به دست آمده در یک قسمت یک نیم قاشق مسالی بریانی که در بازار و مارکت نام بنام مسالی بریانی فروخته میشه بالای لاب اضافه میکنم بعضی ها زیاد خوش دارن اگر زیاد خوش داشتین میتونین مقدار مسالی بریانی رو زیادتر کنین اگر نی به می اندازه یکونیم قاشق نزیاد تون میایه و نزیادم پکه کاملا نرمال با یکونیم قاشق هم بوی مسالی بریانی رو حس میتونین و هم زایقیشه حال نظر به برنج که چقدر برنج میخوایم پخته کنیم آب اضافه میکنم ما و برنج در کردیم قبلا و خاطر سه آب اضافه کردم میگذارم به جوش بیایه می دیگه لعاب بریانی کاملا آماده شده لعاب به جوش آمده حالا به کنار میگذاریم گذاریم می طرف برنج به خاطر برنج ما گذاشته بودم جوش آمده چهار گلاس برنج که سی ساعت قبل تر کردم داخل آب میریزیم و میگذاریم به مدت ده الا دوازده دقیقه تا هفتاد فیصد برنج ما نرم شده بعد از ده دقیقه دوستای عزیز برنج تقریبا هفتاد فیصد نرم شد آب شجدا کردیم در صفحه ریختم حال دیگه دوباره میگیرم نصف از برنج اول داخل دیک میریزم به ای شکل بعدا گوشت مرغ از لاب بیرون میکنم دا بالای برنج میگذارم و دوباره برنج اضافه را بالایش میریزم و قسمت لاب بریانی را بالای برنج اضافه میکنم اطراف برنجه کمی تر بسازم و توسط دستی کفگیر وسط برنجه سراخ های کوچک میسازیم و سردیگه میبندیم به مدت 20 دقیقه میگذاریم تا دم شود البته حرارت کم بعد از 20 دقیقه دوستای عزیز سردیگه باز کردیم ببینین بریانی خوشمزه خوش رنگ و خوشبوی ما آماده شده امیدوار استم شما هم به خاطر افتار از بریانی خوشمزه آماده بسازین و لذت ببرین و تشکر از اینکه ایدم با ما همراه بودین با امید همکاری های بیشتر تا اگه چینل ما رو تا سابسکرایب نکردین امیدوارستم چینل ما رو سابسکرایب کنین ما رو حمایت کنین تا ما در بتانیم های بیشتر خوب براتان آماده بسازیم با امید همکاری های تا تا ویدیوی بادی همیتان به خدا تا مسبارم. روزی خوش افتار خوش